یو پرایکس، خوش اومدید به چنل احمد رضایی. اینجا تکی لوپس بعد از مدت رو برگشتم پیشتون. استودیو رو آماده کردیم، خلاصه یه ویدیو دیگه هم گذاشتم راجع به یه سری صحبت هایی که این یه مدت این یه ماه رو من داشتم چیکار میکردم راجع به اون رو صحبت کردم و اون ویدیو رو میتونید نگاه بکنید. چیز آموزشی نمیگم، فقط یه سری صحبت های اونجا. و تو این ویدیو سعی دارم دیگه بعد مدت داشتتون برگشته یه بیتو بزنم با پیگمنت 4 و ANA ورژن 2. دیگه صحبت دیگه ای نمی کنم. باو، من از پیگمنت استفاده می کنم و بعد ببینم چی ساوندی رو میتونیم پیدا کنیم براش. خب من الان همین ریکوردش می کنم با میدی کنترلر در واقع. تقریبا یه همچین چیزی، سعی دارم یه چیز ساده باشه، تقریبا زیاد روی زیاد سخت نباشه. همینو جلو میریم، میخوام یه سری تریکا رو بهتون یاد بدم دیگه، نمیخوام زیاد طول بکشه از سمت ملودیش. تریک اولی که میخوام بهتون یاد بدم اینه که یکم اینو بیارید جلو، دقیقا یک دوم، و یه دونه با کنترل نگه دارید و فلش بالا رو بزنید، با تست کنید دیگه ببینید چجوری در میاد. قسمت اینسرت هم دقیقا توی لپتاپ این پایینه و شما این قسمت رو نتونستم دیگه کپچر بگیرم، یعنی نمیشه، فقط یه دونه سفر میتونیم کپچر بگیریم. خاطر همین اگه چیزای مهمی توی میکسر خاص اتفاق بیفته من 100% میکسر میارم بالا، ولی اگه دیدید من دارم کاری انجام میدم توی میکسر 100% بدون یا دارم ولومش رو بالا پایین میکنه یا دارم پن بهش میدم، چیز خاصی دارم انجام میدم. اگه چیز خاصی خواستم انجام بدم حتما میارمش بالا که شما هم ببینید. من یه EQ بکنم اینو با همین پارامتریک. هایند و لویندش رو من گرفتم که زیاد ما فضای زیادی نداشته باشه این ساوند و ما بتونیم از ساوندهای دیگه هم استفاده بکنیم، برای چون از دو تا اکتاف داره استفاده میشه، بخاطر همین بازی فرکانسیش بالاه، بخاطر همین باید با ایکیولایزر خیلی باید بازی کنیم، اون قسمت هایی که میبینیم ساوندش خیلی داره آزار میده رو اون قسمتاشو بگیریم، نیاز نیست اونا باشه. من با Q3 هم و فیلتر یکم دیگه EQش میکنم، EQ اصلی در واقع اینه. دیکیش خیلی زیاده، باید از توی خود انجین ساوند دیکیش رو بیارم پایین که دیگه اینقدر ریلیز نداشته باشه. و از شیپر باکس هم استفاده میکنم، بذار یکم بهش در واقع دارم میخواد یکم واینیل بهش بدم. احساس میکنم خیلی این ملودی حالت ریج داره، بیتای ریج خیلی میشینه روی این، اصلا دیریلش نمی کنم، این ریجش می کنم دیگه، چی کاریه چقدر دیریل بزنیم آخه. این ریج میرم جلو، ریج خیلی بهتره. اونم یه سری تریک های خاص خودشو داره، اونم بهتون میگم هرچی که با
باشه، بیشتر باید از ساوندهایی که دیستورشن شده و ساوندهای مثل هایت و اسنیرهای ایری و خیلی های فرکونسی زیاد داشته باشه و یکم دیسورت باشه صدا، خیلی نویزی باشه. من الان از شیپر باکس استفاده کنم برای این. این قسمت شما کار اینو میتونید انجام بدید که خودتون اینو روی ضرب بزنید، دقیقا روی ضرب این اتفاق انجام بشه. این شیپر دیگه خودتون میدونید دیگه شیپر چی کار رو میتونه بکنه. الان دقیقا روی خود پردش میذارم اینو. الان میام قسمت فیلترش، دقیقا این قسمتی که اسکرچ میشه رو فیلتر میکنیم که زیاد صداش به گوش نرسه. خب الان این قسمتش رو پنگ کردم که ما شیپر و اسکرچ رو ما دقیقا پنگ شده داشته باشیم از چپ به راست. کم میتونم بیام از شرکت ساوند تویز استفاده کنم، دبل لوکس استفاده کنم از یکم اینجور هارشیش کنم. بعضا خوبه از اینه استفاده میکنیم، یه بیس لاینی رو من بهش اضافه کنم. بیشتر ساوند خیلی باید الکترونیکی باشه، خیلی سینت ویوی و خیلی حالت سینتی داشته باشه، سینتی باشه، زیادی آنالوگ نباشه، دیجیتالی باشه ساوند هم. ساوندش رو کم میکنه که در واقع توی اون بکگراند خود مین ملودی اصلیمون باشه که این دوتا با هم چپ بشن، روی هم بشن، روی هم برن که یه در واقع پوش کنه دیگه یه جورایی اون ملودیمونو و یکم اون حالت الکترونیکی رو به خود ملودی بده. یکم ساوند رو گوش دادم، خیلی این شیپر باکس ساوند قورباغه میده. یه پلاگین دیگه داریم سوث که در واقع یه جور ماشین لرنینگ و کلا کارهاییه که ماشین انجام میده و این هم سیبیلانس های خود، یکی از کارش اینه که سیبیلانس های وکال رو بگیره، یکی و کار دیگه اش اینه که مثلا EQیه که به درد خیلی سینت ویو میخوره چون اون قسمت های هارمونیک های هارشش رو میگیره و نرم میکنه صدا رو و ما الان حالت هایی داریم مثل سافت و هارد. مثلا هارد رو من میذارم که برای چیز برای خود سینت هاست،
شارپنزش رو یکم زیاد میکنم، سلکتیویتیش هم کم میکنم که میخوام یه بازی رو بگیره. دپتش هم یکم میارم بالا و الان پلی کنیم مدرجه میشیم چیکار چی اتفاقی میفته. به نظرم دیگه برای این قسمتش مدادی کافیه، ما دیگه بریم روی ضربش، چون ضربش هم یه سری کارهای خاص خودش داره که اونا هم یه سری وقت میبره، همین الانش هم 23 دقیقه شد. من از پک خودم استفاده میکنم، تکی داینامنت آلتیمیت پک، پک جدید دوشتون 6 تا پک داخله یه دونه یه باندل پک که حالا فعلا گذاشتم یه سری کارش و یه سری میکس های نیاز داره، ساوندش میکساش تمام بشه من اینو میذارم برای عموم. یه نمونه دمو داره که اون دموش یه پک، اون پک ترپشه، ولی باندل اصلیش که برای فروشه 6 تا پک که هم ترپه هم آر ام بی هم اول اسکول لوفای 808 هایپر ترپه، کلا اون چیزهایی که یه آهنگساز نیاز داره برای اینکه دم دستی بیت خوب درست کنه، سریع ساوندهای خوبی سلک شده داخل این میتونین استفاده کنین. البته من با یه پک کاملا درست بکنم فقط مخصوص بیت های ریج که اون کلا ضرباش یکم معلوم تره، معلوم الحال تره. ولی خب الان من از هایت های جوی تقریبا سوزنی استفاده میکنم چون بیشتر میبره برای این قضیه. دیگه الان همینه که انتخاب کردم، یا این قسمت کپیش میکنم. الان من مطمئن نیستم این رو گامه یا نه، بذار خب ردیس بنظرم میشینه بش. بنظرم بیس کیکمون فعلا همینه، من کپی میکنم و بقیه تغییرات رو توی همین پیانو رول انجام میدم. ایت های دیستورت شده خیلی حالت های کرانچی طوری دارن، این ایت ها خیلی برای ریج خوبه. الان من ایت های خیلی بیشتر حال تیپ ترپی داره و تایپ ترپی داره و زیاد به ریج نمیخوره، ولی خب این ساوندش خیلی به ریج نزدیکه باز نسبت به بقیه. قسمت میام داخل انولوپش. من چرا این کار انجام میدم؟ این موقعی که شما وقتی یه نوتی رو اینجا دارید، مثلا ساوندتون کل همین نوته باشه، یعنی این نوتتون اینجا تمام شد، ساوندتون هم همونجا دقیقا تمام بشه. این کار رو برای چی انجام میدم؟ برای اینکه با میدی کنترلر وقتی شما دارید یه چیزی رو میزنید، شما دیگه ریلیز نمیخواید، ریلیزش رو میگیرید و کلا هر موقعی که فشردید صدا میده، دست از روی کلاویه برداشتید دیگه ساوندی نمیده، همون لحظه قطع میشه. و این کار برای ایتویت مخصوصا خیلی خوبه که باید انجام داده بشه.
حالا این زیاد روی گام نبود، من فقط خواستم نوتا رو بچینم، اون قسمت هایی که نیاز قطع کنم و قطع کنم و بعد برم روی قسمت اسلایداش. اسلاید یا گلاید دوتا اسم داره دیگه، ولی خب هم گلاید معنی میده هم اسلاید معنی میده. ای خب گلاید بیشتر معنی میده، ولی خب همه دیگه اسلاید میشناسن. گلاید معمولا برای خود نوت سینتی سایزری استفاده میشه. خیلی مثلا یه نوت زدید، نوت بعدی آوردید روش، نوت بعدی پلی نشه، جوری چیز بشه، سلاید بشه بیاد روی بالا. مثلا یه جوری خیلی اتکش بیشتر محو بشه. بنظرم اسلایدش خوبه دیگه، زیادی شلوغ میشه. بنظرم حتی وسطش رو رعایت کردیم. ساوند خیلی بوالیه، حالت ناکتور داره، خیلی داره روی یه چوب جنگلی، چوب میز خود و مدل چوب جنگلی در اینجوری تا تا تخ میزنی، خیلی ساوندش باحاله. میگم دیزاین شده ساوندو خیلی ساوندوی باحالی ساخته. کسافت. یکم پیچاپش بدم.
من قسمت چهار تا بار اول خود هایتون رو کپی میکنم. خب تا این قسمت من پیک کنترلر روی کیکمون اد میکنم. پیک کنترلر در واقع میتونیم اون قسمت های پیک رو روی ایت و ایتمون بگیریم که دیگه دیستورشن نشه اون قسمت هایی که نیاز نداریم. من دقیقا این قسمت رو سوزنی میکنم. یکی دیگه هم باز میکنم، با این یکی میخوام در واقع اون قسمت هایی که میخوام توی لو اند ایتویتمون استفاده بشه اون یکم برایتنس به خود اون قسمت هایی که نیاز دارم داخل ایتویت، مثلا لو اندش رو یکم برایتنس بدم، یکم شفافتر بشه، یکم تو صورت بزنه ایتویت. کیوتری من داره اذیت میکنم دیگه، پیدا نمیشه. لو اندش رو میگیریم، و های اندش هم میگیریم.
هایت ما یکم فرشیر میدیم، یکم ایری کنیم، در واقع های فرکانسی ما رو تاپ های رو در واقع یکم روشن تر میکنم، برایت میکنم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اینم بود از ویدیو امروزمون. سعی کردم یه سری نکته ها رو به صورت پروژه محور بهتون توضیح بدم، اینجوری من خودم احساس میکنم شما بهتر متوجه میشید تا اینکه من هی بخوام توضیح بدم راجع به یه سری مسائل داخل آهنگسازی. صحبت دیگه اینی میکنم دیگه، عشقید، من رضایی هم اینجا تکی لوپسه. ما اینجا بهتون یاد میدیم چجوری با کامپیوتر یه کیورد میزید. باو